ناهز حتر نویسنده سرشناس اردنی صبح یکشنبه در عمان کشته شد. آقای حتر 56 ساله مسیحی به اتهام بازنشر کاریکاتوری در صفحه فیسبوکش قرار بود محاکمه شود که مقابل ساختمان دادگاه هدف 3 گلوله قرار گرفت. در این کاریکاتور یکی از اعضای گروه داعش با 2 زن در رختخواب به تصویر کشیده شده و در گفتگو با خدا از او می‌خواهد برای شراب ببرد و دفعه بعدم بدون در زدن مزاحم نشود. او پس از جنجال به پا شده در مورد این کاریکاتور گفته بود پیام این کاریکاتور تصوری است که داعش از خدا دارد و هدف آن به ایزوش توهین به پروردگار مسلمانان نیست. یکی از دوستان او میگوید اردنی ها باید اهمیت این موضوع را تشخیص دهند، باید متحد شوند و با این عده‌ای که ناعادلانه دیگران را به ارتداد متهم می کنند مبارزه کنند. دولت هم باید با جدیت علیه این نیروهای تاریک گام بردارد. به اندازه کافی علیه ملت ما در یمن، سوریه و عراق جنایت صورت گرفته. آیا این کافی نیست؟ اردن به تنهایی نمیتواند این مشکل را حل کند و از نفوذ اعضای این گروه ها که بین ما هم پخش شدند در عذاب است. به گزارش رسانه های اردن، ریاض اسماعیل عبدالله 49 ساله مظنون اصلی این ترور بازداشت شده و تحقیقات نیروهای امنیتی از او که یک فرد مذهبی معرفی شده در دستور کار قرار گرفته است.